خب ما اینجا اگر انیمه که انجام دادیم رو نگاه بکنیم میبینیم که چشم راست یه تیک میزنه اگر شما هر چیزی رو که انیمه کردین انتخاب بکنید مسیری رو که طی میکنه با کی فریم هاش نشون شما میده الا همینطور که ما اینجا میبینیم یه تیزی داریم که دقیقا همونه باعث میشه که این اتفاق برای این مردم ها که راستی بیفته ما اگر بیایم روی این کی فریمی که این اتفاق داره میفته یا روی هر کی فریم دیگه ای و رایت کلیک بکنیم روی اون کی فریمی که میخوایم مثلا من اینجا یه اینترپولیشن داریم constant لینیر bezier is این is out exponential و logarithmic مهمتریناش برای ما بزی لینیر کانستنت و حالا ایز این و آوته با کانتینیوس و لاگ خیلی کار نداریم اولی عنوانی که شما باید بدونید شاید لینیر باشه لینیر کاملا خوشک هست یعنی اگر من اینجا لینیر بکنم به رو شما میبیونید که این خط صاف صاف میشه و از اینجا تا اینجا با صاف صاف میشه خیلی حالت مکانیکی و خشکی داره اگر شما می یعنی یه یه این مثلا دنگ چیز اینجوری میخور و میره اونور علت این تقیه که اینجا احساس میشه و علت این که اصلا ارگانیک نیست و خیلی روباتی همین وجود کی فریم اینترپولیشنه کی فریم اینترپولیشن لینیره چون ما میگیم از اینجا کاملا صاف حرکت کن تا اینجا و از اینجا صاف حرکت کن تا اینجا هیچ چیزی هم نمیخواد بین این دو تا داشته باشی اما اگر بخوایم نرمش کنیم چطور شما کی فریمات رو انتخاب میکنید اینترپولیشن به زیه. بیز یه میاد برای شما هندل ایجاد میکنه شما هم از روی تصویر میتونید این کار بکنید کامند رو بگیرید روی یک کی فریم کلیک بکنید و درگ بکنید هم میتونید از اینجا کی فریم هاتون رو تغییر بدین همونطور که شما الان میبینید خط خیلی خیلی نرمتر و ارگانیک تر شد نتیجهش هم قاعدتا این میشه که انیمه هم خیلی نرمتر و ارگانیک تر میشه مگه اینجا بیام مثلا کامند رو بگیرم و اینجوری درگ بکنم انیمه خیلی تر و نرمتری تری خواهم داشت اجازه بدید من یه حرکت اینجوری بکنم و برای این هم یه بزیه ایجاد بکنم حالا اگر با هم ببینیم ببینیم که حرکت خیلی نرمتر شد این هندل های شما در واقع به شما اجازه میدن که اتفاق از این کیفریم به این کیفریم خیلی نرم اتفاق بیفته چون اطلاعات این کی فریم دارن خیلی با یه قوس منتقل میشن به این کی فریم اینجوری نمیشه اطلاعات تقه نمیخوره توشون و اتفاق خیلی نرم تر میفته اصولا بزیه ها خیلی ارگانیک ترن خیلی انسانی تر خیلی نرم ترن اما یه کی فریم دیگه داریم به اسم کانستنت کانستنت اگر من این کی فریم رو الان روش رایت کلیک بکنم بیام روی کانستنت و حالا این یکی باز روش کلیک کیفر... بکنم بیام روی کانستنت یه اتفاق خیلی جالبی میفته حالا اگر با هم ببینیم این وسطی ها هم همینطور کانستنت و حالا همونطور که شما میبینید دیگه کی فریم میانی یا بیتوین ما اینجا نداریم اطلاعات این کی حفظ میشن و هستن تا این لحظه اینجا فاصله میان روی این یکی و اینجا بلافاصله تو یک فریم میان روی این یکی یعنی تبدیل نرم انجام نمیشه و خیلی تقه داره و تیک داره برای بعضی از کارها خیلی, خیلی خیلی خوبه مثلا شما فرض کنید یه لامپ میخواد روشن خاموش بشه یه سری چیزهایی که خیلی از نظر زمانی تو مقطع سریع اتفاق میفتن یا یه چیزهایی که شما میخواین انیمه کنین به این شکل مثلا تکون بخورن و تک تکونهاشون هاشون تیکدار و تقیی باشه اما یه نوع دیگه یه ما داریم که ایز این و ایز آوت حالا اگر اجازه بدید من بزیه بکنم دوباره فرم کی فریم هامو من اینجا میام این کی فریم هامو میذارم روی لینیر یا همون خطی صاف اگر من بیام انیمه رو الان نگاه بکنم یه همچین اتفاق میفته شتاب یا عدم شتاب اصلا ندارن اولش و بعد حالا شتابدار میشه حرکت. اگر شما بیایید این کی فریم ها رو انتخاب بکنید، روش رو رایت کلیک بکنید، اینترپولیشن و ایز اوت رو بزنید از این کی فریم اطلاعات رو با نرمی منتقل میکنه به کی فریم بعدی. ما توی انیمیشن یه حرکت شتابدار یا آرام شونده داریم. یعنی مثلا شما اگر توی زندگی هم دقت کرده باشید همینطوری هست. ماشین که میخواد را بیفته از کندی سریع میشه یا موقعی هم که میخواد وایسه از سرعت کم کم آروم میشه همین نکته رو ما توی انیمیشن هم داریم به عنوان ایزی این و ایزی اوت من اگه حالا این کی فریم ها رو انتخاب بکنم و بهشون بگم ایز این یعنی به نرمی اطلاعات رو بگیر ایز اوت یعنی به نرمی اطلاعات رو بده حالا اینجا هم باز من ایز این میگیرم میکنم تا ما ببینیم اتفاق رو. معمولا ایز آت ها و ایز این ها برای کی فریم های اول آخرن یعنی اگر شما کی فریم اولتون رو بخواین به نرمی اتفاقش انجام بشه حالا اینجا ما حتما یه تقه داریم یعنی یه کندی حرکت این وسط داریم چون شما میاد اینجا یه مقدار مکس ایجاد میشه به خاطر این کی فریمی که اینجا وجود داره اما بینا بینا بین اگه بود این وسط بود چیکار باید بکنیم شما هم میتونید از کانتینیوس استفاده بکنید و هم میتونید خودتون خوب با بزیه بکشید اونجوری که دوست دارید اگر نمیخواید خودتون رو درگیر کشیدن هندل ها بکنید کانتینیوس روش راحت تریه چون به نرمی اطلاعات رو میگیره و به نرمی اطلاعات رو میده یه چیزی مثل ایزین ایزات دو طرف است اگر ما اینجا یک بار دیگه ببینیم اتفاق رو شما می که خیلی نرم و خیلی ارگانیک تره الان خب اینم از مبحث کی فریم اینترپولیشن